راز قتل مشکوک فیلمساز ایرانی و همسرش، ابهامات در مورد قتل داریوش مهرجویی، فیلمساز 84 ساله و همسرش وحیده محمدی‌فر، تردیدهای جدی درباره انگیزه جنایت و هویت عامل یا عاملان. پلیس از دستگیری 7 متهم خبر داد و کاراگاهان گفتن سر صحنه جرم آثاری از قاتل کشف شد. من تو این ویدیو به 5 تا از سرنخ‌ها و فرضیه‌های معمایی قتل مرگبار داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر می‌پردازم. اما قبل از شروع یادتون نره که کانال ما را سابسکرایب کنید. داریوش مهرجویی متولد سال 1318 و از کارگردان‌های موج نوی سینمای ایرانه که فیلم‌های مطرحی همچون هامون، دایره مینا، گاو، اجاره نشین ها، سارا، پری، لیلا، مهمان مامان و سنتوری رو ساخته. ادعای خراب بودن دوربین ها شک برانگیزه. مهرجویی سالها به دور از هیاهو در زیبادشت مشکین دشت زندگی میکرد. شهرک زیبادشت محل وقوع قتل، مجهز به دوربین های مدار بسته بود. در ورودی 2 دوربین تعبیه شده. 2 دوربین هم در انتهای کوچه بن‌بست و باغ مجاورش. از طرفی هم ماموران در بررسی ها دریافتند محل حادثه هیچ دوربین مدار بسته ای نداشته، اما ویلای کناری و انتهای کوچه مجهز به دوربین مدار بسته بوده که پلیس اونها رو با خودش برای بررسی های بیشتر برده. اما اکنون سخنگوی نیروی انتظامی مدعی است دوربین های ورودی شهرک از قبل خراب بوده. متاسفانه در ویلای مرحوم مهرجویی دوربینی موجود نبود. تهدید خانم وحیده محمدی‌فر. مهرجویی و همسرش از قبل به صفحه حوادث راه پیدا کرده بودند. در هفته گذشته وحیده محمدی‌فر، نویسنده و همسر داریوش مهرجویی، در صفحه شخصی خود از تهدید شخصی ناشناس با لهجه غیر ایرانی و با چاقو خبر داد. در ادامه گفتند چند وقت پیش 2 سنتور با اسم و عکس داریوش مهرجویی و بهرام رادان هم به سرقت رفته و خرید و فروش این 2 سنتور غیر قانونی و دزدی است. وقوع قتل در فاصله ساعت 9 تا 10 شامگاه 22 مهر 1402 و دست کم پس از اون پیامکی که از سوی آقای مهرجویی به دخترش ارسال شد که برای صرف شام به خونه بیا و برای شام آش دوغ داریم، و زمانی که مونا برای صرف شام میاد با همچین صحنه دلخراشی روبرو میشه. در انتهای کوچه لادن و درست در چند متری ویلای داریوش مهرجویی کانکس قهوه‌ای رنگی گذاشته شده بود که به گفته فرد آگاهی 4 کارگر شبها در اونجا استراحت می‌کردند و می‌خوابیدند. وقتی ماموران به محل حادثه می‌رسند، 4 نگهبان رو که داخل اون خواب بودن از خواب بیدار می‌کنند و اونها مدعی میشن متوجه هیچ چیزی نشدن. دخالت داشتن باجناق‌های مهرجویی در پرونده قتل تکذیب شد. بسیاری از وبسایت‌ها به اشتباه باجناق‌های آقای مهرجویی رو مسئول این قتل می‌دونن که تسلیم در یک خبر اختصاصی به نقل از یک مقام آگاه پلیس این خبر رو تکذیب کرد. گزارش پزشکی قانونی درباره فوت داریوش مهرجویی و همسرش، فرضیه تجاوز منتفی شد. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، پس از انجام کالبد شکافی، علت فوت مرحوم مهرجویی و همسرش خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک‌تیز به بدن اعلام شد. عاملان قتل با چوب که به نظر میرسه مربوط به درخت آلبالوس به سر او کوبیده شده. لکه‌های خون روی این چوب دیده شده. بعد از اینکه داریوش مهرجویی گیج شد، شاهرگ اون رو قطع کردن و جسد رو مقابل آشپزخونه رها کردن.
جسد همسرش وحیده محمدی فر در یکی از اتاق خواب ها پیدا شد. گلوی او هم بریده شده. اما آثار بر جای مانده روی بدن این زن نشون میده اون با عاملان قتل درگیر شده و شکستگی هایی نیز روی دست و پای او وجود داشته. دستورات قضایی برای شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این جنایت در سریع ترین زمان ممکن به مقامات قضایی و انتظامی استان البرز صادر شده. وی خاطر نشان کرد به زودی صحنه جرم بازسازی و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد. متاسفانه این جنایت شوک بزرگی به جامعه سینما و فرهنگ کشورمون وارد کرد. امیدوارم که عاملان این جنایت هرچه زودتر پیدا بشن و آرزوی صبر برای دخترشون مونا و خانواده های محترمشون دارم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید.